معمولا موقعی که شخصی به دادگاه میره همیشه به فکر این که آیا چطور از خودش دفاع بکنه. ولی موقعی که ما در حضور خداوند قرار میگیریم در فکر این هستیم که خداوند چطور از ما دفاع بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه با سجده با حالت تضرع و تواضعی که در حضور خداوند قرار میدیم ال رخپین ای خدای کثیر ال رخپین صبور و شکیبا پرتاقت ازش تقاضا میکنیم با تعریفاتی که از اون میکنیم که از ما دفاع بکنه مانند پسری در حضور پدرش. در نتیجه در پاراشای نفته یه نکته جالبی رو به ما یاد میده که چطور خداوند از فرزندانش حتی در دادگاه عدل الهی پشتیبانی میکنه و دفاع میکنه. میبینیم که موقعی که دو فرزند هارون تصمیم گرفتن که به دنبال پدر و عموجان موشه اونها هم که تورات بیارن در روز افتتاحیه مشکان همچین تجلی شخینا رو دیدن همچین بزرگی و عظمتی رو دیدن تا این حد موتیویت شدن گفتن ما هم میخواییم بخور بیاریم و داوطلبانه آوردن. یک بار تورا به اونها یک لقبی رو میده و میگه اش زارا یک آتش بیگانه رو آوردن اش لسیوا آتام که خداوند آنها را دستور نداده بود و تتسه اش میلیف نشم بنابه آتش بیگانهی که آوردن یک آتشی از آسمان صادر شد در برابرشون و تخل آتام و اونها را تومه حریق کرد و یا موت و لیفنه هشم و در حضور هشم مردن. در پاسخ آیا ناداب و عبیهو به غیر از میسفا کار دیگه میخواستن بکنن؟ آیا رفتن بتکدهی زدن؟ آیا رفتن بتپرستی کردن؟ اونا هم خواستن به دنبال پدر و عمو موشه ربن و قربانه بیارن بخور بیارن. چه فرق بود بین اینها و موشه و اهرام؟ اون هم دو برادر بودن موشه و اهرام و دوتایی وارد شدن. در پاسخ میگه و یاقو موشه و اهرام لوح المعید و یس او موقعی که وارد شدن موشه و اهرام به لوح المعید و خارج شدن و واروخ اتهام جماعت رو برخا کردن و یرا که بود اشمل کل هام و اون تجلی و حضور خداوند شخینا در بین قوم قرار گرفت و تتسه اش ملیف نشه و آتشی از جانب خداوند صادر شد دقیقا همون ماجرای نادو و عبیهو. اما و تخل علم میزبیخ اتها اولا و تحلاویم اون آتش آمد و قربانی رو سوزوند و تومه خودش کرد نماشه اهرون رو و یر کلام تمام جماعت دیدن که آتشی از آسمان اومد و قربانی رو سوزوند و ای پلو و یارون و ای پلو الپنهم شروع کردن سجده کردن و تعظیم کردن به جلال خداوند. چه فرق بود بین نادا و عبیهو و موشه و اهرون که هر دو آتش نازل شد به خاطر کارشون ولی آتش نادا و عبیهو خود اونها رو خود سوزون آتشی که برای موشه وران اومد قربانی شد سوزون. جواب تو خود پاسخه چرا که خداوند از همه چی میتونه تحمل بکنه به غیر از دو تیر و اون چیه؟ یکی غرور گعبا تکبر و یکم نفاق و مخلوقت و دو دستگی. این دوتا رو نمیتونه خداوند تحمل بکنه. به همین دلیل در پاسخ چه میگه؟ موقعی که موشه و اهرون اومدن با اتحاد اومدن و یا و موشه و اهرون نمیگه و یا و او آمدند مفرد میگه و یا و موشه و اهرون
آمد موشه و هارون، یعنی با اتحاد، با اینکه دو نفر بودن مانند اینکه یه نفر اومد، اینقدر اینا متحد بودن. و یا و موشه و هارون ال اوهل موعد به اوهل و یسعو، با هم اومدن، با هم هم خارج شدن. به حدی که در مسیحیت براخود میگه اون موقع کنیسا خارج از شهر بود، میگه کسی که شب شبات یا بقیه روزا تفیلاشو براخا کرد و منتظر نشد برای دوستش که اونم تفیلاشو براخا بکنه، گذاشت و رفت و دوستش تنها در خطر توی کنیسا باقیمون چون خارج از محدوده بود، میگه تو شامه این تفیلای اونم رو میندازن جلوش، میگم بگیر تفیلات رو نخواستیم، اگر you don't care برای برادرت تو کنیسا تنها گذاشتی و رفتی، تفیلا خودت هم قبول نده. در حالی که میگه اما اگر وایسه که اونم با خیال راحت تفیلاشو بخونه که با هم دیگه برن، میگه تفیلاشو در اعلی عرش اعلی با قبول میکنه. به هم دل میگه با هم اومدم موشه و هارون و یس و با هم دیگه هم خارج شدن و ایوار خوب شروع کردن به تواضع و خرج دادن، مردم رو برخا کردن، اینقدر درجه قدوسیت بهشون دست پیدا کرد. هشم گفت شما تا این حد مقدس شدید، اتحاد و تواضع داشتید و یرا که بود هشم الکنه حضور خداوند بین اون قوم قرار گرفت. اما در مورد نادا و ابیهو چی؟ کاملا عکس اون رو میبینیم. و یک خو جمع میبنده و گرفتند بنی اهران فرزندان اهران نادا و ابیهو ایش محتاتو، هر کسی آتشدان خودش، هر کسی رویه و طریقه تفیلا خوندن و منبر و میسوای خودش رو یک بار علم کرد، گفت این آتشدان منه، اینم گفت اینم آتشدان منه، یک پارچگی بینشو نبود. ایش محتاتو، هر کسی آتشدان خودش، هر کسی تفیلای خودش، هر کسی اشتباه بوده. و یتنو باهن اش، در آن آتش قرار دادن و یاسیم و آلا کتورت، هم آتش و هم بخور و یقریب و لفنه هشم اش زارا، یک آتش بیگانه. آتش بیگانه چیه؟ منظور اون حرارت و غرور درونه که زارا برای خداوند این حرارت و هیجان بیگانه است. کسی که با غرور میاد یک میسوای را انجام میده، هشم میگه این هیجان، این در خود نگنجودن، این یک اشزارا آتش بیگانه است. I cannot take it. Sorry. اشلو سیوام اتان. نمیگه خداوند اون آتش رو دستور یا اون قربانی رو دستور نداده بود. میگه اونها رو خداوند دستور نداده بود. اشلو سیوا اتان. نادا و ابیهو رو بهشون سمت رو نداده بود، خودشون خواستن که به این سمت و مقام بیاد. ما هم بلدیم قربانو بیاریم، ما هم بلدیم خزان بشیم، ما هم بلدیم ربای بشیم، ما هم بلدیم پیش خدمت جامعه و خادم. هشم گفت I didn't ask you to do anything، شما رو نگفتم بیای این وال بشی. به همین دلیل حامیم از اینجا یاد میگیره برای اینکه بتونیم تفیلامون میسوامون اون عبادتمون در درگاه خداوند به خوبی مطمئن باشیم که قبول میشه، که آتشی که میاد قربانی رو بسوزونه و مطمئن باشیم مورد قبول واقع شده، یک و یا و اتحاد بینمون باشه، همبستگی، و دو تواضع و ایوار خود ما جماعت رو برخا کنیم که تنکیو از این اپورتونیتی که به ما دادید که بیام خدمتتون باشیم، نه اینکه از مردم توقع داشته باشیم. هشم کمک کنه که به خود بتونه به اون درجات برسیم.